خب دوستای عزیز سلام، امروز رسیدیم در درس 28 یا در بخش 27. امروز قصد داریم کاربردهای فعل داشتن یا ورب اواخر با همدیگر کار کنیم. فراموش نکنید پیش از دیدن این ویدیو لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنم، همچنین دوستایی که خواهان فراگیری زبان فرانسوی هستن به اونا هم بفرستین. خب فعل داشتن یا ورب اواخ، داشتن، داشتن چیزی یا مالکیت بر چیزی. اگزمپل، مثال میگیم من یک دختر دارم. ژ اون فی، من یک دختر دارم. ژ اون فی، یا میگه من یک پسر دارم. ژ آن گخسون، یا فرض مثال میگیم یک موتر سرخ دارم یا یک موتر قرمز دارم. ژ اون وتور روژ، ژ همیشه ژ میگم، من دارم، من ای را دارم، من او را دارم. ژ اون وتور روژ، من یک موتر سرخ دارم. یا میگم تو یک خانه داری یا آپارتمان داری. تو اون بل میزون، تو یک خانه زیبایی داری. یا میگیم او یک آپارتمان کلان داره یا بزرگ داره. میگیم ایل ا انگراند آپارتمان، ایل انگراند آپارتمان، او یک آپارتمان بزرگ دارد. یا میگیم او یا ما یک گربه بزرگ یا گربه سیاه داریم. نو زوون ان شا نوار. اگر ای ا گفتین یعنی مذکر گربه زیه، اگر اون میگفتین باز مؤنث میشد. حالا ما مؤشر رقم متوجه شدیم گربه زی مذکر یا مؤنث، فقط ان نوشه، یعنی ما متوجه شدیم که این مذکر. نو زوون ان شا نوار، ما یک گربه سیاه داریم. یا میگین vous avez un ami français، شما یک دوست فرانسوی دارید. منظور از یه از دختره، اگه هم میگفت مرد میشد اون شد بخش خانم هاست. vous avez un ami français، شما یک دوست فرانسوی دارید. vous avez un ami français، شما یک دوست فرانسوی دارید. یا میگیم آنها یک سگ بزرگ دارن. ils ont un grand chien، ils ont un grand chien، اونها یک سگ بزرگ دارن. یا میگیم یک گربه کوچک داره. ils ont un petit chien، اونها یک گربه کوچک دارن. ils ont un petit chien، اونها یک گربه کوچک دارن. خب برای بیان احساسات، مثلا برای بیان سن، مثلا چه قسم صحبت میکنم، چه قسم استفاده میکنم. خب میگم من 38 سال هستم. در فارسی و انگلیسی میگم هستم، ولی در فرانسوی میگم دارم. j'ai 38 ans، من 38 سال دارم یا 38 ساله هستم. تو 24 سال داری. il 15 ans، او 15 سال دارد یا 15 ساله هستم. ma fille a 20 ans، دخترم 20 سال دارد یا دخترم 20 ساله هست. mon père a 60 ans، پدرم 60 سال دارد. vous avez quel âge، شما چند سال دارید. vous avez quel âge، شما چند سال دارید. خب فراموش نکنید دوستای عزیز، درسایی که خواندیم تقریبا ما یک مروری کردیم، به خاطر که در
درس های گذشته هم بخوانید. یک مرور کردم، بعضی از دوستا درخواست کرده بودن که ورب به اواخر با دیگه ورب به امی ورب بر یک کمی دوباره مثال بدیم، به خاطر از این دوباره کار کردیم. خب برای بیان احساسات از ورب به اواخر چه قسمی استفاده میکنه؟ مثلا میگیم گوشنه هستم یا گرسنه هستم، میگیم je faim. من گرسنه ام. je soif. من تشنه ام. je chaud. من گرمم هست یا گرمی کردم. یا میگیم سردم هست، میگیم je froid. یا سرد دارم یا سردم هست. خوابم میاد، je sommeille. je sommeille. خوابم میاد یا خواب دارم. یا بگین سرم درد میکنه، میگین je mal à la tête. je mal à la tête. سرم درد میکنه. یا میگیم دستم درد میکنه، je mal au bras. دستم درد میکنه. یا بگیم میترسم، کلن بگیم. بازم از ورب avoir یا داشتن استفاده میکنیم، میگیم je peur. من میترسم. خب دوستای عزیز، این بود از بخش امروزی ما. امیدوارم یک چیز با هم دیگر کار کرده باشین. درس 28 یا بخش 28 بود. فراموش نکنید دوستای عزیز، حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنیم تا بتونیم جمع فارسی زبانان و افغانای خورب همدیگر داشته باشیم، تا بتونیم با همدیگر حداقل یک چیزی یاد بگیریم. فراموش نکنیم به کسایی که خواهان زبان فرانسوی هستن این ویدیو رو به اونا هم بفرستین تا جمع ما زیادتر باشه. تا ویدیو یا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.